تو مسابقات جام جهانی 2015 آمریکا، سید احمد محمدی به مصاف طغرل اسکروف از آذربایجان رفت. سید احمد محمدی دلاور کشورمون در مقابل طغرل اسکروف کشتی خواهد گرفت. این سید احمد محمدیه که دوان دوان میاد بر روی تشک و حریف از طرف دیگه میاد. سید احمد محمدی دلاور دیگر از خطه مازندران یک بار دیگه در سرچاخ به دنبال زیرگیری هست و اینجا در ابتدای کار میاد موفق میشه کشتی رو منو خاک کنه و سعی میکنه که به دنبال یک بار دیگه باراندازو صدر کلید باراندازو به اجرا بذاره. صدر کلید باراندازو به اجرا بذاره همچنان کلید باراندازو دوم رم به اجرا میذاره و موفق میشه دو امتیاز دیگه بگیره. طغرل اسکروف اینجا تابلو رو اصلاح میکنن، همچنان طغرل اسکروف اینجا موفق میشه کشتی رو تا دور عارف خودشو به هم بزنه در منطقه قرمز توشک. ببینیم پای کدام کشتی رو توشک خارج شد. 4-3 دو تا باراندازو پی در پی، دو تا باراندازو پی در پی. طغرل اسکروف طغرل اسکروف قهرمان المپیک است، قهرمان المپیک لندن شده، نایب قهرمان جهان در مقابل قهرمان المپیک چه خواهد کرد؟ برای اقدام میکنه یه زیرگیری و اینجا موفق میشه حریف توشک خارج کنه. محمدی سید احمد محمدی موفق میشه حریف از توشک خارج کنه، یک امتیاز میگیره از حریف خودش در مقابل قهرمان المپیک. ببینیم یه حادثه ساز دیگه خواهد شد. برای زیر اقدام میکنه در برگشت میره برای زیرگیری در مای صد بغل سعی میکنه حریف خودشو خاک کنه و دو کشتی در کش و قوز از توشک خارج میشن. پای حریف خودشو از توشک خارج میکنه و یک امتیاز دیگه میدن به کشتی ما. 4 امتیاز از دست داده. حالا امیدوار هستم که محمدی بتونه این کشتی رو امتیاز هفته خودشو جبران کنه. برای زیرگیری اقدام میکنه باز پای حریف خودشو از توشک خارج میکنه. سید احمد محمدی به یک امتیاز دیگه میگیره از حریف خودش، پای حریف از توشک خارج میکنه و موفق میشه یک امتیاز دیگه بگیره. میکنه به محض اینکه حمله میکنه کشتی رو دستا رو ستون میکنه و ایزو نمیده دیگه و به شکل مهار میکنه حریف با دستان خودش با تکنیکی که داره. حالا سعی میکنه محمدی رو از توشک خارج کنه، خودش خاک میشه، خودش خاک میشه. یک لحظه میرفت رو از توشک خارج کنه و تجربه بالای قهرمان المپیک معادلات رو حالا 57 کیلو رو ما برد برابر زیرگیری اقدام میکنه. یه زیرگیری از محمدی و موفق میشه اینجا موفق میشه تا دو نریف خودشو به هم بزنه خاک میکنه. دو امتیاز پیتر من بعدی بعد دنبال اون سومین دیدیر برانداز این دو امتیازی چهارمی میره به اجرا میذاره همچنان به دنبال پیتر برانداز و در این لحظه وقت به اتمام میرسید و اگر نه تا خونش رو پیتر برانداز میکرده تا آذربایجان پیتر برانداز میکرد باور کنیم. بله چند برانداز پی در پی بله هفت بر شش پیش میافته توجهی نداره که حریفش قهرمان المپیکه. رد کنان آقای رسول خادم و این هم زیرگیری کشتی کشور من از همونجا مچپار گرفت و بالاخره با حملات خودش این بار ببینیم باراندازا 1-2-3 و دیگه اینجا وقت تمام شد وگرنه باز هم باراندازا رو به اجرا میذاشت. وقت تمام شد. حالا سید احمد محمدی از کشورمون 7 و طغرل اسکروف قهرمان المپیک 6 یک امتیاز پیش هست. اون داره سید احمد محمدی رو قوس میکنه حریف خودش. اگه ان شاء الله فینالیست بشیم با امریکا یه نبرد سخت خواهیم داشت. بشین به یک بار دیگه کمر حریف خودش رو مال خود میکنه و میره که اینجا در بیرون توش رو خاک کنه و از پاش از توشک خارج میکنه. یک امتیاز دیگه میگیره کشتی گیر ما. آقای رسول خادم میگه زیرار از مچ پا بگیر. حالا اینجا این حالت خیلی خیلی راحت خاک میشه. دو بار با همین حالت خاک شده و خیلی ابتدایی خاک میشه. حالا دو امتیاز دست میده. تماشا کردنش آسونه از کنار، اما وقتی وسط دوژک میری کشتی میگیره اونجاست که میفهمی چه خبر دنیا دست کی هست و حریف کیه و هیئت جوری هم. خب آقای رضا لایق و آقای رسول خادم از کنار دوژک صحبت میکنه. همچنان اخطار هم میدن به هم یک بار دیگه میزنه زیر کتفان حریف خودش و سعی میکنه خاک کنه. اینجا میره با پشت محمدی ما و رفته میتونه که خاک کنه. محمدی رو خاک مونه. دو امتیاز میگیره این آذربایجانی زبر اجرا بذاره یا نه طغرل اسکروف قهرمان قوس میکنه حریف خودشو اصلا اونجا میره برای زیرگیری. یه زیرگیری است میاد موفق میشه خاک کنه حریف خودشو و کشتی رو حالا 10-10 مساوی میکنه. محمدی حالا میره برای جفن برانداز به دنبال جفن برانداز است. صدر برانداز به اجرا بذاره که حریف هم سعی میکنه حتی خارج بشه. سرشاخ کار دنبال میشه. یک بار دیگه زیرگیری از محمدی. یه زیر دو خم خاک میکنه حریف خودشو. دو امتیاز خاک میکنه. یه دو امتیاز دیگه میگیره از حریف خودش. یه زیر دو خم خورجین تکون زیبا و ما رو یاد زیرگیری علیرضا حیدری میندازه. خب آقای
رضا لایق واقعا رسول خادم از کنار زیرگیری خورجین تکون فن ناب ایرانی پاک میکنه روی زده حمله پاک میکنه میره خاک کنه که اجزه کاربون نمیده پاش از پوشک یه لحظه میرفت تا اینکه خارج بشه بعد میپیچن محمدی الان مچ پا رو گرو میگیره میره خاک کنه خاک میکنه دو امتیاز دیگه حالا 14 بر 10 میشه 14 بر 10 میشه سید احمد در نهایت با نتیجه 14 به 10 طغرل اسکروف قهرمان المپیک رو شکست داد و جمله معروف هادی عامل هم برای او به یادگار موند. اون عضو تیم ملی ایران تو جام جهانی 2014 و 2015 بود که هر دوبار قهرمان شد. ویدئوی زندگی نامه اون رو میتونین از کانال ما مشاهده کنین. علاقه مندان و کارشناسان زیادی میگن حق اون حداقل یه مدال المپیک بود و اون رو یکی از بهترین و با کلاس‌ترین زیرگیرای تاریخ کشتی میدونن که مصدومیت‌های پی در پی مانع موفقیت او شد. نظر شما راجع به احمد محمدی چیه؟ لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدئوی بعدی خدا نگهدار. با هم بزنه خاک میکنه دو امتیاز. میتونه بعد بعدی بعد دنبال اون سومین فیتیل برانداز. این دو امتیاز چهارمی رو به اجرا میذاره. همچنان به دنبال فیتیل برانداز. و در این لحظه وقت به اتمام میرسید. و اگر نه تا خونش رو فیتیل برانداز میکرد. تا آذربایجان فیتیل برانداز میکرد باور کنید. بله.